حضور جنجالی گوگوش در کنسرت ماین. دوستان عزیز، به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. دو شب پیش خانم گوگوش در کنسرت بزرگ آقای ماین در لاس وگاس شرکت کرد. ما این دو شب گذشته یک کنسرت بسیار با شکوه و بی نظیری در لاس وگاس داشت و خانم گوگوش قرار بود که شب گذشته در لاس وگاس کنسرت بزرگش رو برای خداحافظی از صحنه داشته باشه. این آخرین کنسرت خانم گوگوش در لاس وگاس بود و چون خانم گوگوش هم در یکی دو روز گذشته به خاطر کنسرتاشون در لاس وگاس بودند و رابطه خوبی با آقای معین دارند و یکی از عشاق صدای معین هستند، بنابراین تصمیم گرفتند که تنهایی و بدون حضور رها اعتمادی در کنسرت معین شرکت بکنند. خانم گوگوش در ردیف افراد خاص و سرشناس و در جایگاه افراد بسیار مهم در سالن کنسرت حضور داشت. جالبه بدونید که خانم گوگوش به همراه سگش که از او به عنوان پسرش کپل آتشین یاد کرده و یکی دو روز قبلترش هم تولد کپل رو جشن گرفته بود، در این کنسرت به اتفاق پسرش کپل آتشین حضور داشت و بعد از اینکه آقای معین اعلام کردند خانم گوگوش هم افتخار دادند و در کنسرت من شرکت کردند، همه افراد حاضر در سالن برای گوگوش دست دادند و خانم گوگوش هم از همه افراد با تکان دادن دست تقدیر و تشکر کرد و شب گذشته هم آخرین کنسرت خانم گوگوش روی صحنه در لاس وگاس بود که جماعت بسیار زیادی در این کنسرت شرکت کرده بودند و رها اعتمادی شب گذشته یه چیزی بالغ بر 500 میلیارد تومان به پول ما به جیب زد. آقای رها اعتمادی در این مدت به واسطه خانم گوگوش سوء استفاده های مالی بسیار زیادی از گوگوش و همچنین خانواده گوگوش و مردم ایران کرده و کنسرت شب گذشته یک رویای بسیار دوردستی برای تمام عمر او بود که به واقعیت پیوست و خانم گوگوش در کنسرت های اخیری که داشته و یکی دوتا کنسرت باقی مانده اخیرش قراره که ثروت رها اعتمادی رو بیشتر از قبل بکنه. جالبه بدونید که خانم گوگوش در همه این کنسرت هاش که جهت خداحافظی او از صحنه بوده درآمدی بالغ بر 500 میلیارد تومان داشته و همین برای رها اعتمادی یک زندگی فوق لاکچری رو رقم زده و به همین خاطر رها اعتمادی که سالها بود با پدرش اختلاف داشت و اصلا با او صحبت نمی کرد و حتی به سوئد نمی رفت و البته لازمه بدونید که رها اعتمادی مدت هاست از سوئد دیپورت شده به خاطر کثافت کاریاش و به خاطر پرونده بچه بازیش و قاچاق مواد و بسیاری از رفتارهای زشت و ناپسندش، پرونده پروپیمونی داره که مدتها سوئد نمیتونه بره. به همین خاطر حالا که وضع اوضاع رها در آمریکا خیلی خوب شده و تونسته توسط گوگوش به آرزوهای محالش دست پیدا بکنه، پدرش هم اومده آمریکا و در کنار رها داره از جیب گوگوش عشق و حال میکنه. جالبه بدونید که رها و بابک سعیدی و ندا سعیدی و پدر رها اعتمادی و افراد و گروه خانم گوگوش هر هتلی که برن بهترین هتل رو انتخاب میکنند و بهترین تفریحات رو دارن و تماماً همه اینها از جیب خانم گوگوش میره و خب خانم گوگوش هم به خاطر مالش هیچ اختیار و اراده‌ای نداره، حتی اجازه نداره 100 دلاری به پسرش یا نوه‌هاش بده و رها اعتمادی همه جوره خانم گوگوش رو به اسارت گرفته. اما محمود قربانی که در تمام این مدت اعلام کرده بود و گفته بود من از سرنوشت گوگوش نگرانم، من از آینده گوگوش نگرانم،
باور کنید مردم که رها گوگوش رو زندانی کرده و به خاطر اینکه تمام اموال گوگوش رو بالا بکشه، حتی ازدواجش با گوگوش رو به ثبت رسونده، هیچ کسی اون موقع حرفای محمود قربانی رو باور نمی کرد. تا اینکه خبری رسید که گوگوش تصمیم گرفته از صحنه خداحافظی کنه، خبری جدید و جنجالی که 2-3 ماه پیش همه رو شوکه کرد. اما این واقعیت نداره. رها اعتمادی مردم رو مضحکه خودش کرده و از گوگوش به عنوان یک بازیچه داره سوء استفاده میکنه و متاسفانه هر بار که خانم گوگوش مصاحبه های رادیویی یا تصویری داشتند، در پشت صحبت هاشون سعی کردن به نکاتی اشاره بکنند و مردم رو هوشیار بکنند، اما چون از رها اعتمادی میترسن نمیتونن واقعیت‌های مهم زندگیشون رو افشا بکنن. جالبه بدونید که رها اعتمادی بارها و بارها خانم گوگوش رو تهدید کرده و در پشت صحنه رفتارهای زشت و زننده‌ای با گوگوش داشته و بارها افرادی که در پشت صحنه رابطه گوگوش رو رها رو با هم دیدند اعلام کردند و گفتند که رها در بعضی موارد آنچنان سر گوگوش داد میزنه و آنچنان گوگوش رو هل میده که انگار از گوگوش بزرگتره و گوگوش بچه اونه و متاسفانه گوگوش به خاطر عشقی که به رها داره به هیچ عنوان حتی یه دادم سر رها نمیزنه، چون عاشق رها هستش و متاسفانه آدم که عاشق باشه خیلی وقتا کور و کر میشه و گوگوش هم متاسفانه رها اعتمادی رو به عنوان همه کاری زندگیش انتخاب کرده و میترسه که نکنه رها بره با یک دختر جوانی ازدواج بکنه و به همین خاطر بارها و بارها رها اعتمادی گوگوش رو در واقع تحقیر کرده و حتی تهدید کرده که اگر حرفمو گوش نکنی ولت میکنم و میرم. و حالا که بارو بندیلشو بسته، به شدت گوگوش رو مضحکه دست خودش کرده و حالا گوگوش رو تهدید میکنه. بسیار متاسفیم که این خبر رو برای شما عزیزان از واقعیت‌های خانم گوگوش و زندگی گوگوش اعلام کردیم. متاسفانه این حرفای ما رو خیلی‌ها باور نمی‌کنند و باید اعلام کنیم و برای شما عزیزان بگیم که این خبرها متاسفانه واقعیت زندگی گوگوش هستند. گرچه خبرهای قبلیمونم باور نمی کردید، ولی در نهایت بعد از اعلام خداحافظی گوگوش توسط خود او، کاشف به عمل اومد که خبرهای ما همشون عین واقعیت بوده. بسیار خوشحال هستم که خبرها و حقیقتهایی رو از زندگی هنرمندان و چهرههای مشهور برای شما عزیزان منتشر می کنم. امید به اون روزی که بتونم تصاویری بدون کپی رایت رو به صورت ویدیویی برای شما عزیزان منتشر بکنم و اگر تصویری رو برای شما منتشر نکردیم فقط و فقط به خاطر قوانین کپی رایت در یوتیوب هستش. ممنون که ما رو همراهی میکنید و تحمل میکنید و اگر صدای بنده خوب نیست از شما عذرخواهی میکنم. برای همراهی با ما و مطلع شدن از خبرهای جدید از حواشی هنرمندان و چهرههای مشهور، لطفاً روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و قبل ترش حتما در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال های حاشیه مدیا، نیوز تیوی و فاکس نیوز رو به صورت فینگلیش یا انگلیسی سرچ کنید، وارد کانال هامون بشید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید و لینک این کانال و کانال های قبلیمون رو و بعدیمون رو و همچنین ویدیوهامون رو در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان و سوئیس و دانمارک و انگلیس و سایر کشورها و شهرهای مختلفشون لطفاً شیر کنید. با تشکر از همراهی همیشگیتون تا یک ویدیوی جدید، شب و روز بر شما عزیزان خوش.